بازم خوش آمدین به سلسله برنامه ما. آمدیم در قسمت ریگروان. خیلی نامش شنیدن، درباره ریگروان زیاد شنیدن، زیادتر کسا به تفریح می آمدن همه ساله و یک جای بسیار خوبی است، بسیار پاک، دور از قریه و قصاب بیدونید که مزاحمت به فامیلا این طرف بکنه. یکی دو من بعض گپ های شنیدیم درباره از این ریگروان، کوی ریگروان دیگه، بعض گپ ها شنیدیم، بعض حرف ها شنیدیم که میگن ریگ از اینجا ببری، مثلا در جای که ببری پس ریگ خودش میاد، که من ایفون ممتو یک چیز هست یا نه، یکان گپ های دیگه هم شنیدیم. خب از یارت بالا ما اگر بتونم یک نفر دو نفر پیدا کنم که شون قصه و صحبت داشته باشیم، چون ما یکم وقت تر آمدیم مال خود کس نامده تا اینجا ده اینجا حتما میاینم. ما برو یکم بالا، میگن موندم میشادم، همین نه فامیل رقم هست یعنی که پیاده برادم موندم میشه ریگ از دیگه تبیز پایت میلخ شب سر موندم میشی. ما ببینم که چی گپا ز بالا. اینجا طرف بالا میریم، خب ریگ از تبیز تا یک جای میری پس پایین میلخشی. باش که مامی یکی از کسا که نمینجا هست کدش یکان قصا کنیم ببینیم چی میگه. السلام علیکم، بیجا پیش بیا نلخشی، منده نباشی. خب هستی با نامت چی هست؟ خالد. خالد جان چطور هستی؟ خانه هم اینجاست؟ بله هم اینجا هستم. خب آمدیم گفتم باشه. خاله جانم ببینیم خودت به نظرم دیقان هستی. بله دیقانی هم میکنیم خود اگر هم بیر سرشانه دیدم اوراوانی داشتی چرا؟ بله. خب درباره از اینجا بر ما بگو که چی گپ هاست؟ این وقت ها مردم میاین نمیاین؟ اینجا دیگه حالت قدر مردم نمیاین. پیش سالای پیش مردم میامده ای در سال نو روزای جمعه با زیاد میام مردم. مثلا اینجا که می آمدن دینیزیکا فامیل قریه قصابا یا خب جایشون کدام جا بودن؟ معمولا که می آمدن بالا تا کجا می آمدن؟ مردم مثلا با فامیلا مزاحمت نشه کدام طرف بالا می رفتن یا اینجا بودن؟ نه این فامیلی که می آمدن اینجا می ششتن دی دور بر می شدن با دلشان می شدن می رفتن بالا دیگه. بالا برام نه خیلی سخته، بالا بری پس پایان نارتا. خود دیگه اینجا هستی، چی شنیدی درباره ریگ روان؟ دواره ریگ روان دیگه سابقا شنیدین که میفتن ریگ ببری پس می آید، ولی حال گپ نیست. ریگ ببری پس می آید؟ بله. حالا چطور این گپ نیست؟ حال دیگه دیجا من میگم نرقم آدم آمد هر کاری شد دیگه برکتش رفتن. برکتش رفت. حالا اگه ببریم نمی آید پس؟ خب دیگه چی شنیدی؟ مثلا خود که اینجا هستی چی شنیدی درباره ازی غیر ازی که مثلا ریگه ببری و پس بیای خودش دیگه؟ اینجا کدام گپ نداره، کدام گپ نداره. یک سوال دیگه، همین باران که میشه خود تبیز او میای یا ریگه کلش پایین میبره نی؟ بازی پس خودش دوباره همینجا مثلا ریگ مبره یا چه رقم؟ ریگه باران که شد ریگه تا پایان ها میبره با پس شمال پس دیگه سنده میبری شمیجا پس بالا میبری. اون که شمال هم قرارداد از دیگه تو اونجا رو میره و پس دورش میتنه. آه دیگه قرارداد هست. دیگه چهار اطراف ریگ روان دیگه چی هست؟ کفتی کنم زیارت هم هست؟ دیگه پیشتر زیارت هست، زیارت محمد حنیفه غازی. اونجا مردم میایه به زیارت میایه. محمد حنیفه غازی؟ بله. خودت ایجا چه وقت چقدر دیر آباد میایی یکان دفعه اگه دلت چوه؟ ما دیگه میایم یک هفته بعد دو هفته بعد یکان میمان بیا خانه ما دلشان شب واسه میایم که تزیو. خب کت میمون رو باز میین یکان دفعه دوش هم کدی کدوم وقتی بلندی؟ بله برامدیم زیاد برامدیم ما وزی خیلی دوش میکنیم ببینیم که میتونیم یعنی خب یک موت یک بریم تا این بالا را هر کس رفت زود. والا ما که فکر میکنم هرچی بالا بری ریگ دومات با این کشت میکنه، فکر نکنم که زیادتر ما قدر دیر اومدیم و دیگه رسیدیم. یخ سر شوکی چیز پایین سر ده به نظرم. خب یه دیگه تا اونمو بالا هست کلن؟ بله یا تا بالا هست. خب
آدم هم مونده میکنه، صادقانه زیاد آدم مونده میشه. بازی تا چقدر جوه را ریگ هست؟ این طرف ها تا چقدر جوه هست؟ ریگ تا این منطقه هست با یک ریگ دام در پشت و پوزه هست او را باز کم هستزی کرده. او خمی یک مطار نداره؟ نه دیگه او همه تو هسته ایرواره نیست. ایرواره نیست. مردم اینجا زیاد میان یا ده اوجه؟ مردم ده اینجا زیاد میان. اینجا زیاد میان؟ بله. وقتی که از خانه دور هست نی؟ آه هست. مزاحمت به فامیلا نمیشه؟ بله. خوبه. آله. آله آمدن خواه آمدیم. دیقانا میگن عادت دارن در سر زمین ها که میرن. یکان طوله موله میزنن. یکان زمزمه میکنن. کدام میشه بلد هستی؟ من نیستم بلد. طوله زدن از زمزمه را. طوله نمیتونی زدن؟ ایش اگه نیست کدام دانه چوپان که باشه طوله هم بزنه. نه والا نیست. چوپان نیست. ای تو بخی خوش خالدیم سر زمین ها میری. مانده نمیشی؟ قد خودتم قصه نمیکنی؟ نه دیگه من کلان دیقان نیستم. بعضی وقتا که زمین به او میشه باز بدنم شما که نبود با من او میزنم زمین. نه حال خوب تبیز خود دیقانی هست دیگه. آره اگه انتوتی دارم دو یکان خواندن گوش میکنم. اینم تو مجایدین امارت هم میشنم اگه باز نکنیم که دیگه ای کار نکنیم. گفه نیستم. بخیر باشی بیای جوتی بیاد. تو چی میکنی بچی میجه؟ و علیکم سلام. بیا بالا بکن. ما پا این نرم. نام تا بگو. نام میلاد است. میلاد جان اینجا چی میکنی؟ همینجا خانه ماست. خانه تان است؟ آه خو آده اینجا آمدی بچه کر؟ آه چطور از یکان دفعه میایی من تان بالا رو میری؟ آه مشکل آمده بودیم دیروزم آمده بودیم؟ آه باز مشکلات هایی دیگه خو ندارم مثلا یکان حیوانات یکان که مثلا حیوانات وحشی کم چیز میسته نداره که اینجا آزار بته یکان نه گرگ، شغال، چه؟ گرگ هست، ای تو سگ، گرگ، ای چیزا هست، شغال نفرک تنها گیر کنه نگه خواهد، من نگه نمیمانیش اما توست نه؟ آه تو تنها میه یا کت رفیقایت؟ کت رفیقایم، کت بیادرم کت رفیقا، کت بیادر؟ آه حالا کت که آمدی؟ حالا تنها آمدم حالا تک تنها، اینجا دیدی ما هستیم دلکت جمع از گرگ گرگ نترسید آه بخیر باشی، بخیر باشی خب پایین میریم تا قسمت زیارت هم میبینیم باز دیگه بیننده باشین تصویر بسیار خوب براتون از اینجا تقدیم میکنیم یک بریم بازم خوش آمدین از بالا از ساحه ریگروان آمدیم پایین به زیارت محمد حنیفه قاضی ما بوتای ما را تقریبا یک چند قدم پیشتر کشیدیم به احترام زیارت هم تو آمدیم میریم طرف پایین که اونجا هم همراه مجاور زیارت صحبت میکنیم ببینیم اونا چی میگن چی حرفایی دارن اما تو بیایم پیش بیا نرفتیم نه به او خاطره کمه که بر من اوه بخشی سوی بیا اینجا مجاور زیارت پولی ما استاده هست ای تا کجا هسته؟ ای ادامه ازی یکی بیاده جان میگفتم که ایجا که پشک ایلا کدیم در غصنی برا اومده یکیش بیاده جان گل فامیدی میگو مزار برا اومده یک تا ایجا که پیش پاک پروردگار است که خودش میدانه و کارش گوده دیگه بیاده جان گل یکام تا میگو که اوجه که برند دیگه دیگه خودش میفهمه که بر مردم های قدیم میگفتن که او عجایب غرایب است یه تو برادرم همیجه دیدم که در آمد چهار ساعت بود از همیجه که پس آمد یکام چیزا را دیده بود میگو ایجا رفتیم که بیاده جان گل رفتیم بسیار چیزای خوب انتیک دیدیم دیجه دیگه مادنیف غازی سایه ازی چقدر وسیع هست؟ چقدر؟ تاریخ و غزنی بر آمده خو گفتم برات بیاده جان گل که همون مردم های قدیم ها و پدر ها میگفتن قسم رفته مثلا ای تو که رفته باشه بر آمده باشه؟ بیاده جان گل مردم ها ایجا رفته است ایجا دیده است که ایجا بسیار جایه را دیده است
ایجا با بدر جان گل امام دریفه قاضی ایجا که لشکرش بدر تا ایجا که مه بدر جان گل که بزنه 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 کفار کفره را بدر جان گل میزنه و ای از دانش قسم میبره که ما تا که قرص جوی آرد نکنم نخورم ای دلیل نداره با میجا قدرتی خدا را صدقه شوم قرص جوی را آرد میکنه میخوره چون باران میباشه بدر جان گل خواه باران گد میباشه با یک دفعه دلش شیطان میاره که بدر جان گل علی خون نبود عکاو بود با شروع میکنه که شروع میکنه بدر جان گل با امر پاک پروردگار بدر جان گل فهمیدی خداوند سر صدا میکنه که از کرده مست از کرده تا با میجه بدر جان گل با این بی امری خدا میشه از پیشش با میجه به زمین دو کف میکنه با زمین بدر جان گل فهمیدی میجه میدره با امر خدا چیزش بدر جان گل ریگ ریگ روان میگن چیزش بیادر سپایش دگه و دگه دموجه بس که بیادر اونا کلگی میفهمه که ریک سربالا میره با امر خدا تا میشه اما تو میره مردم قدیمی ریک میبردن ریک پاس میامد حال که بیادر دنیا آخر شده است حال ریک میبرن پاس نمیه این محمد نفی قاضی بچه حضرت علی صاحب است که بسیار غزا کرده است خود تاریخچه ریک روان هم از امو دوران هست از این دورانی که بعد از جون گلخاین از دوران امام حسین امام صاحب صاحب دشت کربلا که اسیر شدن عین از امو دوران قدیم است که نام مادرش بی بی خیبری است خود چند سال است اینجا هستی مجاور بعد از جون گل مجاور بعد از جون گل یک ملنگ بیزلال بود کم سال سال هشتم است که بعد از جون گل وفات کرده است که این شوله را که دست خود شور میداد من میجا مجاور روش هستم من میجا گگ هستم خود قریبا ما بعد از جون گل که سند ما یک 60 است یک 30 سال شد که من در اینجا هستم 30 سال میشه اینجا بله بله ها خو 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 نامت هم نگفتی بیننده هم باید نامت رو بفهمن کی نامت ها نامت نام من ملنگ بیزلال است ملنگ بیزلال اما کسی زلال نمیکنه می بیزرر بیزلال است من تو غریب بیچاره مسئله است ملنگ بیزرر در اینجا هست و تقریبا میگه 30 سال میشه که من در اینجا هستم یک چیز دیگه که زیادتر کسایی که در اینجا میاین من خب بیشتر به شما نشون دادم که بوتا را از اونجا میکشن و به احترام همی زیارت اینجا میاین بعضیایی که میخواین ببینن مثلا چهار اطراف زیارت هم ما میخواستیم بیاییم اینجا امرای ملنگ بی ضرر صحبت ها داشته باشیم میگم ملنگا یگان چیزای خاص دارن مثلا به بعضیایی که به زیارت میآیند که بدلشون شیرین میشه باز برشون میته و میگه بسیار کرامات داره همچو چیزی داری خودت پیشت حال ما خطورا بدر جان گل سابق بدر یک یا بدر جان گل یک بیرق می بود یا بدر جان گل یک انگشتر می بود به یک مسلمان بدر تحفه میدادیم یا ما قرآن شریف میدادیم میگفتیم یارا بخوان قرآن عظیم شان خوب است که به کل مردم تحفه بدیم میگه که بخونه راهنمایی شوه ما شما با قرآن زیمشان را نمایی میکنیم بله بله نیست که بعد از جان گل ما برای یک آدم بتیم یا خدا ناکرده ما یک راه جور کنیم یا دگه کنیم نه ما چه ذات خدا را کار داریم ملنگا با پیسه دنیا با دارای دنیا کار ندارن دمشق خدا هستن میگه نانه که خشک بخورن که کسی کار ندارن مثل عمر که عادل بود ما هم تو مثل عمر واری عادل باشیم با امر خدا بخیر باشین زنده باشین زندگیتون ملنگی باشه عشق و همه مثلا فکر و افکارت مثلا حرفای الله احادیث پیامبر و قنزیبا هست بخیر باشه سلامت بریم او بالا یک جای دیگه هم بود که امورم بر ما نشان بده همین دروازه که بود به طرف خب میریم اونجا که کم یک را میبینیم او سن و سهر را میبینیم بیرق را میبینیم که سال نو ای جگه بیرق بالا میشه دیگه را من میمانم مردم کل لگی میای ای جگه ذکر میکنه از اوپیان صاحب قندار المان از هر کل جایی جگه اگمه مردم اینجا ذکر میکنن ختم قرآن میشه با بیرق بالا میکنیم یک چیز من متوجه شدم ما چون در فصل بهار اگر اینجا مردم بیاین بیروبار زیادتر میشه گفتن اینجا ختم قرآن میشه مردم از هر طرف میاین این زیارت بسیار زیاد بیروبار داشتم بله اینجا ختم قرآن میشه اینجا اگر مردم میاین اینجا ختم میکنن مردم کل لگی دیره ایک میبراین اینجا اگر مردم میاین بار یه شفاس مریض باشه بعد از جون گل اگه کسی اجنات داشته باشه ایجا اگه می اجناتش قید میشه ایجا دعا میکنن به دربار خدا به خاطر که این واسای حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم خداوند شما را اجر بده که تا ایجا اومدی ما در خدمت گفت بخیر باشین وطنوار عزیز شما هم بیننده برنامه باشین میریم بالا جای دیگیم هست که اونا را هم به تصویر میکشیم
همینجا که هستیم این چهار اطراف هزیرم برات به تصویر میکرم. شما شاید متوجه شده باشین وقتی که مداخل میامدم دیگه بسیارم تو شکلی آمدیم که مثلا استاده نتانیستیم آمده بیم تا اینی سقامته که اینجا هم سمنت شده. پیشم دیگه منم بفهم که تو گفتن رایزی بسیار راه صاحب اسیز دیگه کلان هست. حالا فکر کنم که از اینجا به غزنی مبرایج را چقدر زیاد باشه از این رو؟ این عجایب غرایب است. این پیش پاک پروردگار است. کسی ره نگویه. کل کار. اینی میجه اینه به مثال سهی که اینجا صوف است. تا بگاه که اینی میجه که اک باشی. نغم دنیا، نغم دگه. ای جنمه تو دست. دمشق خدا میجه غرق هستی. الله میگویی. الله اما الله را یاد میکنی. اینی میجه که اک باشی. ای دلتنگی نداره میجه. چون گیج اولیا کرام است اینجا بدر مدنی فی غاز ما مثل خودت چهار زانو زدیم سیستم که گان این میگه که تا بیگا باشی به امر خدا الله میگویی خداوند متعال به در جان گل ما شما رو در دار دنیا کامیاب کنه آمین مسلمان کامیاب کنه آمین آمین ملنگ راز باشه آدم ملنگ نباشه که تو چال بازی و دیگه دیگه ملنگ باشه که دمشق خدا باشه خداوند کل ما را دمشق حقیقی بسازه آمین شما رو در آرام کامیاب کنه که تا اینجا اومدی زحمت کشیدی خداوند دار دنیا بخیر باشید دیدار خدا دیدار محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نصیبتان کنه سلامت بخیر باشین آمین همه مسلمان ها را میریم بالا تصویر دیگر را میبینیم ما از اینجا بر آمدم متوجه از این تکاکا شدیم در اینجا همی ها را بر ما بگو ملنگ صاحب یا چی گپ از در اینا دیگه کار را بیدر جان نگل سیاسه را میان بیدر جان نگل بخاطر دندان دردی و بخاطر که کم رسل باش بخاطر تکار اینجا بسته میکنن با که پس آمدن این تکاکا را واس میکنن میگرن میرن توفه بخاطر خاطری تکار اینجا بسته کردن دیگه یعنی او نتیجه می تک باز معنی را باز میکنه شعر خدا به در جان گل چطور هدف ما نگرفتین هدف می که یعنی او وقتی که مثلا اولاددار میشن یا مثلا بعضیا به خاطر دندان جور که میشه باز پس می اتکر میکنه یا آدمو جریان میانم تو میبرن موقع بسته کردن اگر چیزش واز بود میکنن چیزش نبود هم تو گک میگیرن میرن در خانه خود توفه ده مثلا دباکس خود میمونن سیاست را خوبه بیاین پیش بین اینجا این طرف بین اینجا جای خودت هست چه رقم؟ اتاق ما است در جان گل اینمی جگه شب باشم روز باشم اتاق ما است اینجا که یک برادر ها کامدن یک نان چیزی دیمی اتاق ها می خوریم زمستان که برزت اینمی جگه می باشیم در اتاق اینجا که اتاق بسیار خسته و آرام است خواه ملنگا به در جان گل بیاز دنیا را دوست ندارن این فقیری خود دوست دارن در این اتاق ها می باشیم فرش ها موقع نداره خب زندگی ملنگی هست دیگه مجاور زیارت طبعا که به خاطر حفاظت از چهار اطراف زیارت که مثلا کسی نه مشکلی ایجاد نکنه به خاطر از اونها اما تو گپ است خود شوانه اینجا می باشه شوانه اینجا یک می باشیم که بدر یک آدم نبیان بدر یک چیزی بیا میام تو بیرون بیا چیز چطوره عروسی کردی خودت ولی ها شکر ما بدر جان گل عروسی کردم چهار تا یک بچه دارم زندگی کجاست فامیلا فامیلا منطقه خمروبا میگن منطقه ما را سیدو سیدو ولی ها باز میری اگان دفعه یا همی جست میرم بدر جان گل اینجا که کامی هم خانم میرم بدر شوانه اینجا کی میباشه شوانه اینجا کسی نمیباشه خالی شوانه اینجا که اتاق چپه شده خاطر همی ما اینجا شوانه نمیباشه خب با او خاطر خودت اینجا شوانه نمیباشه میری خانه میرم بله اینجا خانه میرم بدر بخیر باشی زنده باشی تشکر بسیار زیاد از معلومات بسیار خوبت که درباره زیارت برای ما دادین واقعا در هر ولایت های کشور که بریم ما زیارت های بسیار خوبی از اولیا داریم که مردم میرن به خاطر زیارت کردن شاید خیلی ها شاید چلتن شنیده باشین نامشه این هم یکی از زیارت های دیگه محمد حنیفه غازی شیر خدا کفار کفره را بیادر جان میگول همه قدر زده بود که چرا قرص جوی آرد کت خورد از این خواه قسم از دانش برآمده بود که من تا که کفار کفره را
خونش بدر جان گل نریزانم که برادرای مرای ماماساین ماماساین کشته بوده دشت کربلا. بخیر باشه. خاطری این ریگروان که میگن این مردم ریگروان شیخا، کلی مردم شیخ بود، این مردم کل با تقوا بود، مردم پرهیزگار بود، این مردم به خاطر شیخا میگن کلی مردم شیخ است، کلش نمازخوان پرهیزگار است. خاطر خاطر ریگ به طرف بالا میره. آ ریگ معجزه خداست، اورگا سابقا میگرفتن میبردن از خانه پس میومد بیگا که بدر جان گل ریگ هم تو تا میشه. سه دیگر که برو با قدرتی خدا کل شمتو سربالا میبره، این کل معجزه خداست. اگر نه فرق کو که ریگه میکشه قدر ریگه زیاده، این خداوند خودش مالک دلاست، اون ریگ معجزه خداست. بخیر باشین، زنده باشین، آرام باشین. تشکر از شما هم تشکر وطندار خوب ما که بیننده برنامه ما آسایی ریگروان بودین. با این ریگروان آمدیم خواستیم یک زیارت هم دیدار بکنیم و همچنان موقعیتی را که به شما من نشان دادم، یک صوفی هست که گفت اگر کسی مخلص باشه در اونجا بره داخل شوه به غزنی مبرایه، مثلا به مزار مبرایه، ممکن به یک جوی دیگی برایه. او البته آدم های مخلص میگه میتونه مثلا در اونجا برن، اما تو یک گپ هست ملنگ سوی مخلص مردم های با تقوا دیگه پریزگار اوجه میداره، هر آدم هم نمیبره دیگه بیدر گوری درایه و برایه. نیترسم نه ترس نه ترس اما شما یک خانه لاد بیدر جان گل چرا ما بالا می آمدیم همکار ما مانده بود گفت بیدر مرا تنها نمانی نشنیدی خود تنها خود خانه لاد هم آدم میمونه خدا من اوجه نگاه میکنم و شما رو میفهمم کل جای خانه اولیا هست اینجا گفت مرا دنیا اولیا هیچ کس حق نداره که اولیا رو بگویه که اولیا فوت کردین، اولیا جامعه بدل کردین بیدر جان گل، اولیا از دار دنیا تو نمرده، کسی که بگوی اولیا را مرده ای گناهگار است. خیر باشین، خداوند تشکر بسر زد کل ما را اولیا بسازه، مومن مسلمان هست. آمین آمین. خب وطندارا ممنون همه شما که بیننده برنامه ما اسای ریگروان زیارت محمد حنیفه غازی بودین. خواستیم اینجا همراه مجاور زیارت هم صحبت های داشته باشیم، بعضی ما خطا بود که داخل بر شما نشان داده، مورا هم دیدین و همچنان تکایک هایی که اونجا بر بود، بعضی ها مثلا سردرد از سندندان درد از سرک مشکلی که دائمی بر شما می باشه ای گفتن نتیجه دادم مردم زیادتر اینجا میان تکبن میکنن، همانندی مثلا زیارت های زیادی است که مردم در اینجا میاین و همچنان جای دیدنی مثلا سایه ریگروان میاین. از کلتون تشکر که بیننده برنامه ما بودین، تا برنامه بعد که بازم ما وارث مجددی در خدمت شما قرار میگیرم، تک و تکتون به الله پاک و بنیاز می سپارم. خدا نگهدارتون، خدمت هستم می جگ واشتون، کل چایم واشتون میمونم، نانم خانه آباد بخیر باشه که میمونم واسه که بنده شما از پیش ما خفه نشی برادر، بانتون محبت ورزیدید. تشکر، بخیر باشی، آرام باشی، موفق باشین وطندار عزیز. بالاخره رسیدیم ما به قسمت سولانک ولایت زیبای کاپیسا. دیم پشت سر کلن درخت ها را میبینین، درخت ها درخت های جلغوزه است. مجبور اگر بالا رفتیم تو را پیش روان کنیم. آدم این اولاد خب طبعا یک داره خوف میکنه.